25 روز پس از برگزاری یک بیدادگاه غیابی برای زندانی سیاسی علی معزی، پدر دو مجاهد اشرفی، هنوز هیچ حکمی به این زندانی سیاسی ابلاغ نکردند. هدف آنها به خیال خودشان فرسوده کردن اوست. در حالی که او پیشاپیش با 5 دور خودداری از شرکت در بیدادگاه پاسخ خود را به این توطئه های زبونانه داده است. طی 3 هفته گذشته وضعیت بیماری علی معزی به وخامت گراییده و علائم رشد مجدد غده‌های سرطانی در وی نمودار شده است. اما دشقیمان اوین از انتقال او به بیمارستان و انجام آزمایش‌های ضروری جلوگیری می‌کند. به رغم وضعیت حاد جسمی، چند ماه است که زندانبانان از ملاقات علی معزی با خانواده‌اش نیز جلوگیری می‌کنند. تن از دراویش و وکلایشان از شرکت در بیدادگاه رژیم برای چهارمین بار خودداری کردند. سردشقیم قاضی صلواتی روز یکشنبه را برای محاکمه حمید مرادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، فرشید یداللهی، امید بهروزی، افشین کرمپور و رضا انتصاری مشخص کرده بود. اما این دراویش با اعلام غیرقانونی بودن این دادگاه باز هم از شرکت در آن خودداری کردند. قاضی صلواتی دشقیم با تهدید گفت حکم این افراد را به صورت غیابی خواهد داد. افراد مدت بیش از 50 روز است به دستور قاضی صلواتی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس شدند و بیش از یک ماه نیز ممنوع ملاقات بودند. صالح مرادی از دراویش گنابادی شیراز که بیش از 19 ماه است به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد، صبح دوشنبه به ناگهان و بدون اطلاع قبلی به بیدادگاه انقلاب شیراز منتقل شد. صالح‌الدین مرادی مدت 55 روز است که در همبستگی با وکلای دراویش که در زندان اوین آنان را به سلول‌های انفرادی برده‌اند در اعتصاب قضا به سر می‌برد. قاضی بیدادگاه می‌خواست وی را به دلیل وخامت وضع جسمی با قرار وکالت آزاد کند. اما این درویش گفت من برای جرمی که انجام ندادم بیش از 19 ماه است که در زندان به سر می‌برم و حتی بیشتر از حداقل مدت زمانی است که در قانونتان برای اتهامات انتصابی من مشخص شده است. Uh-huh.